22 روز از تهاجم روسیه به اوکراین می‌گذرد و بر اساس برآوردهای کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان، آمار پناهجویان اوکراینی که خود را پس از تهاجم روسیه به لهستان رساندند از مرز 3 میلیون نفر گذشت. به گفته نهاد حقوق بشری، تا به امروز بیش از 1,800,000 نفر از این جمعیت از مرزهای زمینی از جمله مرز مدیکا وارد کشور لهستان شدند. گزارش همکارم رامین حقجو، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به لهستان. اینجا ایستگاه قطار کراکوف هستش، محلی که پناهجوها پس از رسیدن به پس از عبور کردن از مرز و رسیدن به شهر پشمیشه بیش از 300 کیلومتر دیگر رو باید با قطار بیان تا برسن به اینجا و از اینجا به شهر برلین و یا کشورهای دیگه اروپایی و شهرهای دیگه کشورهای اروپایی منتقل بشن. اما خب مشخص نیست که کی میتونن دقیقاً از این محل، از این ایستگاه قطار خارج بشن و به جاهای دیگه انتقال پیدا کنن. اون هم به خاطر این هستش که طی روزهای گذشته در شهرهای مرزی، شهرهای نزدیک به مرز، شهرهای اوکراین نزدیک به مرز لهستان، حملاتی از طرف ارتش روسیه صورت گرفته. موضوع مهمی که اینجا هم ما بازدیدیم، همه چیز به صورت رایگان در اختیار پناهجوها قرار میگیره، از غذا و لوازمی که نیاز دارن تا بلیط قطار به سفر برای سفر کردن به جاهای مختلف و به شهرهای مختلف کشورهای اروپایی دیگه. ما گفتگویی داشتیم با کریستینا، یکی از شهروندان اوکراینی که از شهر دنیپرو به سختی با خانواده‌اش تونسته برسه به، یعنی مرز لهستان رو رد کنه و برسه به کراکوف. My name is Kristina. I'm 32 years old. I have a son and we came here from Ukraine. اسمم کریستیناست. یه پسر دارم و به همراه خانواده، مادرم و خواهرم و 2 تا بچه 4 و 5 ساله از نیپروسیتی در اوکراین به اینجا اومدیم. داریم به شهری که دوستم اونجاست و گفته میتونه کمکمون کنه میریم. دولت لهستان خیلی کمک کرده. باید بگم مردم لهستان خیلی کمک کردن. خیلی باهامون مهربون بودن. میان بغلمون میکنن، باهامون اشک میریزن و این دلگرمی بزرگیه. غذا میدن بهمون، نیازهای دیگه‌مون رو تامین میکنن. خلاصه کمک بزرگیان. نمیذارن نه ما نه بچه‌هامون گرسنه باشیم و من واقعا ازشون متشکرم. از لهستان متشکرم. اوکراین بی تردید پیروز میشه. غیر از این نخواهد شد. این باور ماست و منتظر اون روز هستیم. این رو هم باید اضافه کنم که نخست وزیر لهستان آقای موراویتسکی اخیراً به همراه نخست وزیر جمهوری چک و نخست وزیر اسلوونی برای هماهنگی کمک رسانی ها توسط قطار به سمت کیف رفتند. نکته مهم اینه که در این سفر معاول اول نخست وزیر لهستان هم همراه این هیئت است. ایشون برادر رئیس جمهور سابق لهستان آقای لخ کاچینسکی هستند که در سال 2010 در صانعه سقوط هواپیما در خاک روسیه کشته شدند. صانعه‌ای که همه ابعاد اون هرگز روشن نشده و اینجا در لهستان بسیاری روسیه و شخص آقای پوتین رو پشت این سانحه میدونن. رامین حقجو، صدای آمریکا، کراکوف، لهستان.